آنچه میگوییم عمل میکنیم. شیر مردان، شیر زن، مادران داغدار بلوچ، این قول برادر درد کشیده یادتان بمان. سال 1400 در یکی از فصل‌ها انتقام عزیزانتان را از رهبر عراقی و سپاه داعشی نظام اسلامی خواهیم. اکنون ستمی که بر مردم بلوچستان و کردستان و خوزستان و غیره میشود را میدان. فکر نکنی سکو کرد، ما بی معرفت نیستیم، میتوانیم همین حالا بیان. سلام خدمت حضار محترم، اینجا شورای خانواده است و یه جلسه برگزار شده که معرفی کوتاهی داشته باشیم راجع به قیام سفید و رهبرشون. رهبر قیام سفید داخل ایران فعالیت میکنن و راهکارهای مهم و اجرایی توسط خودشون و سردارانشون دارن برگزار میکنن. الان تو هر محفلی، هر شورایی که حضور داریم، حرف از یه جوان مرده، دکتر سایان یا محمد حسین‌پور. این جوان اومده از تمام موقعیت‌های خودش گذشته، تو سرما و گرما داره تمام تلاششو میکنه و از مردم فقط یه چیزی میخواد، اتحاد، متحد شدن. شرایطی رو داره تحمل میکنه که حتی برای ما یک ثانیه‌ش هم واقعا عذابه. ولی الان خیلی از مردم هستن که بیشتر از 2 ساله دارن تو سکوت به هم متحد شدن و 14 ماه تو میادین‌های مشخص حضور پیدا میکنن. ما الان 40 سال بیشتره که مردم درگیر خشم و خشونتن، مشکلهای فرد رو دارن، اعدام رو دارن. الان دیگه وقتیش که واقعا مردم اتحاد مردمی داشته باشن و دکتر سایانی الگوی خیلی مناسبی برای همه ما از نظر غیره، از شجاعت و خیلی چیزهای دیگه. این شوراها نقش خیلی مهمی میتونه در قیام سفید داشته باشه، چون این شورای خانواده کاملا بی خطره. ما رسانه نداریم، رسانه های قیام سفید رو بایکوت کردن و ما همه یه هدف مشخصی رو داریم دنبال میکنیم و همه ما دشمنمون هم یکیه، پس باید سعی کنیم که اتحادمون رو بیشتر کنیم تا انشاءالله که هرچی زودتر بتونیم این حکومت دیکتاتوری رو به یاری خدا و با قیام سفید از بین ببریم. دقیقا درست کنیم. 42 سال اپوزیسیون های دیگه هستن که خب مثلا بیانیه های زیادی دادن، اما همه بیانیه هاشون بدون استراتژی و کاملا باید بپذیرن. این 42 سال فقط باعث شد که مردم یا کشته بشن یا اعدام بشن یا تو زندان ها باشن، که نمونهش همین آبان 98 پارساله. کسی که با این قیام، قیام ملت ایران که با نام قیام سفید شکل گرفته، بخواد مخالفت بکنه، یا دیکتاتور و قدرت طلبه یا جیره خورار همین عصره. ببین الان ما 14 ماه رو داریم. ببین هیچ چیزی رهبر قیام سفید هیچ چیزی از ما نخواستن. کارهای سختش، نبردش با خودشونه. فقط از ما مردم خواستن 14 های هر ماه در شلوغ‌ترین نقطه هر شهر که تعیین شده، ما اونجا بدون شعار در سکوت راه بریم، بشینیم، بدون امنیت کامل، بدون اینکه شناسایی بشیم، چون چیزی ندارن که بخوان به ما گیر بدن. من اتفاقا به دو سه تا از دوستان معرفی کردم، 14 رفتن، گفتن که نسبت به روزهای دیگه که ما تو خیابون خیلی راضی بودن، خیلی راضی بودن، خیلی راضی بودن، مردم خیلی دکتر محمد حسین رو دوست دارن، چون میگن خیلی شجاعه، چون این آقا از دل مردم بنا شده و از تمام رنج و ستم مردم خبر داره، بخاطر همین خیلی طرفدار شدن و دلشون میخواد واقعا این قیام پیروز بشه و اعلام شده که سال 1400 انشالله این قیام علنی میشه. اگه تا امروز هیچ اتفاق خاصی تو ایران پیش نیومد و این 42 سال مردم زیر فقر و بدبختی زندگی کردن، یه دلیل بیشتر نداشت، اونم خاطر که رهبر خوب نداشت. رهبری مردم ایران نیاز به یک رهبر واقعی دارد، یه رهبری که بازم وابسته پیش حکومت های غربی نباشد، رهبری که بازم در خدمت انگلیس نباشد، خصوصا کشورهایی که با ایران دشمنی چندین ساله دارن، از طریق حکومت آخوندی تونستن مردم رو از خدا دور کنن، تونستن مردم خرافه پرست کنن، مردم خدا پرستی رو کنار گذاشتن و شدن ملا پرستی. ملا سواد ندارن، ملا هیچی سرش نمیشه، فقط میخواد
چه کار کنه؟ با تنفروری، با تنفروری میشینه اونجا و جیب مردم خالی میکنه. مردم ایران نیاز به یک رهبر بسیار شامت، شجاعت، از نظر حکمت عالی باشه تا مردم صادقانه دوستش داشته باشن و دوباره روی قیامش باشن. این کسی بوده که الان مردم دارن بهش ایمان میارن، کسی هست که واقعا میخواد به مردم کمک کنه و ما جامعه زن همیشه و همیشه پیروز بودیم. یعنی زمانی که شما تو کانال تلگرام سفاریو 1414 به ادمین اصلی پیام میدید برای اینکه وارد گروه سرداران بشید، تا زمانی که شما موارد امنیتی رو انجام ندید به هیچ عنوان وارد اون گروه نمیشید. اصلا امنیت اصل قیام امنیت میدانی مجال حال امنیتشی که جون سردارا و مردم خیلی براش مهمه. که مثلا 42 سال فقط شعار دادن، حالا یه سلسله از اپوزیسیون های دیگه ما دیدیم که فقط شعار دادن بدون اینکه یک گام مثبت بردارن. چون واقعا که با خود هم میتونن. بله بله واقعا دکتر شما میشه توی حکومت داشتن، یعنی یه جورایی بازم به نفع خودشون میخواستن. اونا فقط پیش زمانی برام دیدیم پیش زمانی دلسوزانه برای مردم نبوده خودشون میشه. چیزی که بینید من دشمنم به من معرفی کنه از خودش به من دشمنتره. دوست خدا دوست منه، یعنی دیگه همه میدونم دوست خدا دوست منه. پس این یه کات کن دوست منه به من معرفی میکنه. بچه ها همه با هم میگن زنده باد. حالا کاته من نگفتم اصلا. خب بگو یه جمله بگو همه دارم میگم. ولی واقعا نمیدونم چرا الان با این همه ظلم و با این همه مثلا دیکتاتوری ولی بازم مردم سکوت کردن. ببین 42 سال بود که مثلا اپوزیسیون های دیگه اونور خیلی بیانیه ها دادن، اما واقعا بیانیه هاشون بدون استراتژی بود. هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط اینکه مردم رو تشویق کردن به شعار توی خیابونا که نمونهش آبان 98 کارسال بود که چه با جرأتهایی میشتن بودن یا کشته شدن یا اعدام شدن یا الان تو زندان هم در ولی استراتژی 14 ماه که در سکوت و بعد شعار واقعا عالیه. فکر میکنم مردم شاید بکنن که ما در سکوتیم، در سکوت نیستیم. به وقتش زمانی که خود رهبر قیام سپید آهنگ نبرد رو زدن و ما رو خبردار کردن، ما در میدان در کنار رهبرمون در صف اول آماده هستیم. و اینکه کسایی که مخالفت میکنن یا مسخره میکنن یا یه جورایی حواشی درست میکنن، اینا یا دیکتاتور یا قدرت طلبن یا جیره خور همه هستن. دقیقا هستن. یک دو سه. زنده باد رهبر قیام سفید. نجابتت واسم مثل یه سرپوش روی تلخیات، توی نگاه ستیزم تمام عمقش پیداست. با تو هر روز یه جور خوبم، چقدر خلاقیت داری توی دنیای حد و مرز. بدون مرز دوست دارم، بدون با افتخار یه عمر واسه عمرم و بیزار.